و به نظر من اینکه جمهوری اسلامی چه جوری میرش مهمه، نه اینکه آیا میره یا نه. رفتنش 100% از رفتارشون، از خود، از خصوصی سازی ها و از وحشت و ترس که کردن، از رفتاری که دارن که مردم هیچوقت برایشون مهم نبودن، ولی دیگه با زلزله خوی و کمک هایی که به سوریه کردن دارن وقیحانه به مردم نشون میدن که هر کاری که دلمون میخواد میکنیم و ما از شما نیستیم و شما از ما نیستیم. به نظر من جمهوری اسلامی بعد از 44 سال در حال حاضر توی منزوی ترین حالت خودش به سر میبره و اون اندک دوستانی که برای خودش نگرداشته مثل چین و روسیه هم حق رفاقت رو تمام و کمال ادا نمی کنن براش. این به مرور زمان باعث یک سقوط هرچه سریعتر اقتصادی میشه وقتی درهای جهان به روی شما بسته هست و این سقوط اقتصادی با بالا رفتن ارز در این روزها کاملا مشهوده و باعث میشه که معترضین اقتصادی بیشتری به معترضین مدنی و اجتماعی بپیوندن و این خیزش 5 ماه هم به ما نشون دادش که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی اعتراضات خیابونی هست و دیدیم در شهرها و جاهای مختلف که حساب کار از دستش در رفت و امیدوارم که اروپا هم این سیاست یک بام و دو هواش رو در قبال جمهوری اسلامی کنار بذاره و فکر میکنم شروع خوبی هستش برای یک پایان.